حرفای جدید و جنجالی کامبیس قربانی در مورد فرزنداش و گذران زندگیش همه رو شوکه کرد. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و لطفاً روی اون زنگوله کناریش هم فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. کامبیز قربانی، فرزند مشترک کوکوش آقای محمود قربانی، در مصاحبه جدید و جنجالی که داشتند، حرفای جدیدی زدند که خب همه رو شوکه کردند. کامبیز قربانی در ابتدا راجع به مادرش و مصاحبه جدیدش با هما سرشار حرفایی رو زد که خب همه رو شوکه کرد و خب تصوری که همه مردم در مورد کامبیز قربانی با توجه به صحبت‌های مادرش گوگوش با هما سرشار داشتن، همه از کامبیز تصور منفی داشتن و فکر می‌کردن الان کامبیز یک آدم کاملاً بی‌شخصیت و یک غول بی‌شاخ و دمه. ولی خب کامبیز قربانی برای مصاحبه دومش با یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای برای چندمین بار ثابت کرد که اون نه تنها یک آدم لات و بی‌شخصیت نیست، بلکه یک آدم بسیار با شخصیت و با تعهدات اخلاقی نسبت به فرزنداش و مادرشه. کامبیز قربانی، پسر خانم گوگوش، در مصاحبه جدیدش اعلام کرد که من واقعا نسبت به مادرم و حرفاش دلخور نیستم. بالاخره مادر دیگه. شاید یه جا توی گوشه دلش ازم ناراحت بوده، ازم دلخور بوده. ولی با این حال باز هر وقت کاری باری داشته باشه من حاضرم براش انجام بدم، گردنم هم براش میزنم. گوگوش مادر منه، چه خوب چه بد، هر حرفی بزنه، هر تصمیمی بگیره برای من قابل احترام هست و در موردش بارها هم گفتم دوست ندارم کسی راجع به مادر من توهین بکنه. خب بعد از مصاحبه مادرم با هما سرشار، خیلی ها سعی کردن از آب گلالود ماهی بگیرن و با من تماس گرفتن، گفتن کامبیز چرا با مادرت برخورد نکردی که این حرف رو راجع به تو زد. خب این دیگه به مادرم مربوطه و این یک چیزی هستش بین من و مادرم. من و مادرم گوشت همدیگرم بخوریم، استخون همو دور نمیندازیم. بالاخره هیچ کس نمیتونه نسبت و فامیلی رو در واقع نادیده بگیره و بی تفاوت باشه. هر چقدرم با هم دشمن باشیم که نیستیم، باز هم به همدیگه نزدیکتر از دیگران هستیم. ولی خب حالا بماند که اطرافیان مادرم همیشه سعی کردن که منو به نوعی تخریب شخصیتی کنن جلوی مادرم. اما در مورد فرزندام که مادرم اومد گفتش که نمیدونم بچه‌هاشو اذیت میکنه، این واقعا دروغی بیش نیست و در واقع مادرم رو تحت کنترل و مدیریت حرفای خودشون قرار دادن که مادرم مجبور شد راجع به من بد و بیرا بگه. باید بگم که اصلا اینطور نیست، حتی مادرم خودش میدونه که مدت هاست و از همون بچگی بچه ها با من زندگی میکنن و باید بهتون بگم که وقتی که بچه به دنیا میاد، بچه رو معمولا میذارن تو بغل مادرش. بچه ها وقتی به دنیا آمدن جفتشون رو دادن تو بغل من، یعنی من از همون ابتدای تولدشون هم براشون پدر بودم هم مادر بودم. مادرشون که همون سالهای پیش در دوران کودکیشون از هم جدا شدیم و رفت دنبال زندگی خودش و خب بچه هم از مادرشون محبت خاصی ندیدن و همینطور من براشون هم پدر بودم و هم مادر بودم و سعی کردم یه تنه خودم بچه همو به دندون بکشم و بزرگشون کنم. و در ثانی نگفته نمونه که اینجا آمریکاست. هر کسی بخواد یکی دیگر رو اذیت بکنه، به محض اینکه زنگ بزنن به پلیس و گزارش بدن، پلیس میاد گوش آزاردهنده رو میگیره و پرت میکنه از خونه بیرون. و در ثانی اگر من با بچه‌ام اختلاف داشتم، قطعا بچه‌ام به پلیس گزارش میدادن و پلیس میومد گوش منم میگرفت و از خونه پرت میکرد بیرون. دیگه نگاه نمیکرد من پدرشون هستم، بزرگشون کردم و این حرفا. پس خدا رو شکر بین من و بچه‌ام هرگز مشکلی نبوده و نیست. و لطفا الکی شایعه سازی نکنید. با توجه به حرفی که مادرم حالا ناخواسته بر طبق مدیریت برنامه و در واقع شبکه زده، سوء استفاده نکنید. و بعد باید بگم که من برای سالم بزرگ شدن بچه ها و موفقیتشون هر کاری دستم برمی اومده یه تنه انجام دادم. خدا رو شکر بچه هام اینو درک میکنن و ما عاشق هم هستیم و من عاشقانه بچه هامو دوست دارم و حاضرم براشون هر کاری بکنم، برای خوشبختی و موفقیتشون هر کاری بکنم. و خدا رو شکر هم الان بچه های بسیار موفق و باهوش و
بسیار بچه های خوبی دارم و از این جهت خدا رو هزار بار شکر میکنم. راستش رو بخواین من همه تلاشم از بچگی بچه هام این بوده که بچه هام مثل من بزرگ نشن. تمام کمبودهای محبتی رو که من در دوران کودکیم از طرف مادرم گوگوش و پدرم محمود قربانی حس کردم نذاشتم که بچه هام به دور از مادرشون کمبود محبت داشته باشن و سعی کردم حضورم براشون طوری باشه که کمبود مهر و محبت مادری رو هم براشون جبران بکنم. جالبه بدونید که آقای کامبیز قربانی گفت من حاضر نیستم بچه ها اندازه 1/100 دوران کودکی من رو تجربه بکنن، چون من خاطرات خیلی بدی دوران کودکیم دارم. اصلا دوران کودکی خوبی نداشتم، اصلا تو دوران کودکی به هم توجه نشد و تا فکرشو بکنید من کمبود مهر و محبت مادری دارم در دوران کودکیم و خب اصلا کودکی خیلی شادی نداشتم. واسه همینم خیلی برای بچه هم تلاش کردم که تا دوران کودکی خیلی شادی داشته باشن و تجربیات تلخی رو که من در زندگیم داشتم اونا نداشته باشن. راستشو بخواین متاسفانه خیلی از مردم و هموطنای عزیز ما در واقع عقلشون به چششونه. یعنی وقتی یک کسی رو میبینن که خیلی ظاهر موفق و در واقع خوبی داره فکر میکنن که بله اون تو زندگیش هیچ مشکلی نداره، در صورتی که از بک‌گراند زندگی اون هیچ چیزی نمیدونن، فقط با چشماشونه که ظاهر طرف رو میبینن و قضاوت میکنن. گاهی وقتا خیلی از روزا شده حتی همین الانش من کامبیز قربانی، پسر گوگوش و محمود قربانی، صورتمو با سیلی سرخ میکنم برای گذروندن زندگی خودم و بچه هم. این فقط برای من نیست، برای همه هست، برای همه مردمه. یه وقتایی اونی که ما فکر میکنیم خیلی موفقه چهره واقعیش رو نشون نمیده و سعی میکنه که صورتش رو سرخ نگه داره تا مردم متوجه بدبختی‌های زندگیش نشن، متوجه گرفتاری‌های زندگیش نشن. من الان خودم هم اینجا سختی زندگی دارم. خیلی وقتا برای مخارج و تأمین هزینه‌های زندگی روزای سختی رو داشتم. یه روزای خیلی خوبی داشتیم، یه روزایی اصلا نداشتیم و خب این فقط برای من که نیست، برای هم است. اما باید بگم که برخلاف تصور عموم مردم که فکر میکنن پسر گوگوش الان باید یه عمارت داشته باشه و توی خونه شیک و پیک زندگی بکنه، من اصلا زندگی لاکچری ندارم. من یه ماشین خیلی معمولی که شاید خیلی وقت آرزوم بود داشته باشم رو دارم و براش خیلی کار کردم و زحمت کشیدم تا تونستم بخرم. یه موتور دارم و خونه‌ای هم که الان دارم با بچه‌ام توش زندگی می‌کنم خونه اجاره‌ای هست و من به عنوان یک پدر خانواده روزانه دارم به سختی کار می‌کنم و تلاشم رو بیشتر می‌کنم تا بتونم رفاه بهتری رو برای بچه‌هام و زندگی بچه‌هام تأمین کنم. جالب بدونید که گفته شده بود که همسر کامبیز قربانی، مادر مایا و دارا قربانی ظاهراً سعی می‌کرده که گوش خانم گوگوش رو یه جورایی ببره و حسابی تیغ بزنه و گفته شده که گوگوش سالها از دست عروسش همسر کامبیز قربانی فراری بوده و به طوری که اصلاً دیگه دوست نداشته حتی با پسرش کامبیز هم رفت آمدی داشته باشه و همین ادا اصولای عروسش در نهایت باعث شده بود که کامبیز قربانی ظاهراً با همسرش به مشکل بر بخوره و در نهایت از همسرش جدا بشه. دوستان عزیز، این هم بخشی از صحبت‌های آقای کامبیز قربانی در مصاحبه جدیدشون راجع به بچه‌هاشون بود و همچنین گذران زندگی شخصیشون. لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و ویدیومون رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و روی اون زنگوله رو حتما فشار بدید و کلیک کنید و لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو برای دوستاتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای استرالیا و انگلیس و کانادا و نروژ و سایر کشورهای اروپایی و شهرهای مختلفشون لطفا شیر کنید و حتما با ما همراه باشید از کانال نیوز تیوی و منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید.